خانم روقیه رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر، پیشتر تلاش کردیم با شما تماس بگیریم و متاسفانه ارتباطمون برقرار نشد. در رابطه با خبری که قبلتر مطرح کردیم در رابطه با بازداشت گسترده روزنامه نگارها و حکم علی خامنه‌ای برای اعلام عفو عمومی برای تعدادی از این بازداشت شده ها، میخوایم نظر شما رو بدونیم. خانم رضایی، خیلی خوش اومدیم به این برنامه. در این نامه شرط این آزادی ابراز پشیمانی و تعهدش گفته شده و گفته شده در صورت عمل نکردن به این تعهد، این معترضان با مجازات شدیدتری روبرو میشن. تعبیر شما از این موضوع چیه؟ این اقدام و اقداماتی از این دست چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در روند اعتراضات جاری ایران؟ سلام خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، اصولا عفو رو در واقع در شرایطی صادر میکنن، پیام عفو رو، در واقع فرمان عفو رو، که کسی مرتکب خطایی شده باشه، در حالی که در مورد معترضان این اعتراضات و اعتراضات قبلی اصولا این افراد مرتکب خطایی نشدن. حتی مطابق با قوانین خود جمهوری اسلامی، حق آزادی حق در واقع تجمع مسالمت‌آمیز کاملا قانونیه و رفتاری که نیروهای امنیتی، نیروهای وابسته به آقای خامنه‌ای، پلیس، لباس شخصی ها و بقیه نیروهای امنیتی انجام دادن، اون رفتار هست که غیر قانونیه. در واقع اینجا به نظر من دوباره موقعیتی ایجاد شده که قلب واقعیت داره اتفاق میفته، یعنی واقعیت رو دارن وارونه نشون میدن که از کارکردهای اصلی دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی بوده و هست. در واقع با کاری که آقای خامنه‌ای انجام داده، میخواد یه چهره رعوف، پدر مآب و مهربان از خودش نشون بده و بگه که من از مقام کسی که بزرگم، بزرگوارم، در واقع کسانی رو که خطایی رو انجام دادن بخشیدم، در حالی که واقعا اینطور نیست. و در واقع مطابق این فرمان عفوی که صادر شده، افراد ناچارن برای اینکه از زندانهای جمهوری اسلامی بیرون بیان توبه کنن. به نظر من این تداوم اون پروژه توابسازیه که جمهوری اسلامی در دهه 60 هم به کار برده، خودش نوعی از شکنجه است، به خاطر اینکه فردی که معترض بوده زندانی شده، حالا با فشار عدیده مواجهه که علیه خودش، علیه مواضع خودش، باورهای خودش برگه رو امضا کنه یا عذرخواهی بکنه. این در واقع خودش مصداق بارز شکنجه است. بنابراین نه تنها این عفو نیست، بلکه هم بخشی از اون در واقع کارکرد، یکی از پله های کارکرد سیستم پروپاگاندای جمهوری اسلامی و هم خودش مصداق بارز شکنجه محسوب میشه. خانم رضایی، فکر میکنید دلیل اصلی این اقدام چیه؟ خب یکی از نکات عجیبه که کارهای عجیبی که جمهوری اسلامی میکرد و بسیار انتقادات بسیاری از جامعه بین المللی بهش وارد بود، اینکه بود که نرمشی در مقابل معترضان در واقع انجام نداده بود. حالا شاهد این عفو هستیم. حالا اینکه حالا در چه روندی میخواد اعمال بشه، شاهد این حکم رفع از جانب رهبری جمهوری اسلامی هستیم. فکر میکنین این اقدام در نتیجه فشارهای نهادهای بین المللی داره انجام میشه یا به دلیل در واقع اختلافات درون ساختار بدنی نظام هستش که اون اختلافات درونی و اون شکافهای درونی دارن این اقدام انجام میدن، یه دلیل دیگه ای برای این وجود داره؟ ببینید، به نظر من هر دو دلیلی که شما مطرح کردید کاملا معتبره و یک دلیل سومی هم وجود داره. اون دلیل سوم هم در واقع میتونه این باشه که جمهوری اسلامی الان در یک تنگنای مشروعیت قرار داره و تمام تلاشش رو داره انجام میده. شما به نامه‌ای که در واقع زندانیان سیاسی اصلاح طلب نوشتن و بعدش در واقع بیانیه آقای خاتمی اگر نگاه کنید، این استیصال رو دارید میبینید که تلاشیه برای اینکه این مشروعیت نابود شده، له شده رو برگردونن. و این چهره رئوفی هم که خدمتتون عرض کردم در راستای همون هست. اما در مورد دو موردی که شما مطرح کردید، حقیقتا فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی امروز در مرحله‌ای که قدرت نفس کشیدن رو ازشون گرفته.
مدام دارن پیغام و پسپام میفرستن که ما حاضریم مذاکره کنیم، توافق برجام در یک قدمیش بودیم. از طرف دیگه در واقع داخل خود حکومت هم شکاف‌های عمیقی ایجاد شده. اینکه بارها خود آقای خامنه‌ای، رئیسی و بقیه از خواص ساکت حرف زدن و ازشون گلایه کردن نشون میده که چقدر در واقع این شکاف عمیق و چقدر خودشون رو به خطر براندازی و سرنگونی نزدیک می‌بینن. کارمی رضایی، خیلی ممنونم از حضور شما. ممنونم و عذرخواهی میکنم برای ایرادی که در ارتباط صدای وجود داره. ممنونم از شما.